راه راه همواری نیست. راه خدا راه تلاش در راه خدا، راه اقامه حق و عدل، راه رسیدن به تمدن اسلامی و نظام حقیقی اسلامی و جامعه اسلامی راه دشواری است. راهی است که پیغمبران در این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند. باید از خودمون دفاع بکنیم. شما رسول خدا هستید. اونها به ما میخندن، مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم. یک روایتی از پیغمبر است که فرمود شیبتنی سورت هود، یعنی سوره هود من رو پیر کرد، از بس بار این سوره سنگین بود. کجای سوره هود؟ گفته شده است، نقل شده است که مراد همین آیه فستقم کما امرت است. فستقم کما امرت و چرا پیر کنه پیغمبر را؟ چون در این آیه می فرماید همچنانی که به تو دستور دادیم در این راه ایستادگی کن، استقامت کن، صبر نشان بده. خود این ایستادگی کار دشواری است. مواظب باشید عزیزان من، فرزندان من، دشمن حرکت شما رو متوقف نکند. وقتی یک راهی را یک ملت آغاز کرد، رسیدن به نتایج احتیاج دارد به استقامت در اون راه، به پیشرفت در اون راه، به متوقف نشدن میان راه، به قانع نشدن به دستاوردهای میانه راه. راه پرپیچ و خمیز، راه پرفراز و نشیبیست. راهیست که بعضی ها ممکنه در این راه به خاطر برخورد با عوامل نامساعد از عزم و ارادشون کاسته بشه. سعیتون این باشه که از عزم و ارادتون در این راه کاسته نشه.